نیمه شمالی قاره آمریکا حیات وحش بسیار گسترده و عظیمی داره که میشه گفت گونه‌های خارق‌العاده‌ای در اون زندگی میکنن که شما به هیچ وجه این حیوانات رو در مناطق دیگه مشاهده نمی‌کنید. سلام به همه رکسفنیان، مرکسرم و توی این ویدیو میخوام 10 تا از برترین و خاص‌ترین گونه‌هایی که در این قاره زیست میکنن رو بهتون معرفی کنم. پس پیشنهاد میکنم حتما تا انتهای این ویدیو رو تماشا کنید، چون شماره 1 این لیست یک حیوان بسیار عجیب و شگفت‌آوره که مطمئنم از دیدنش تعجب میکنید. فقط خیلی خوشحالم میکنید قبل از شروع توضیحات این ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغلش رو هم بزنید. حاشیه نمیرم، بریم سراغ معرفی. شماره 10، عقرب آریزونا. طول یک عقرب آریزونای بالغ در حدود 7.5 سانتی متره. رنگ پوست عقرب آریزونا قهوه‌ای روشن یا قهوه‌ای متمایل به زرده که باعث میشه این جانور بتونه در صحرا و بیابان به خوبی استتار کنه. عقرب آریزونا برخلاف دیگر گونه‌های مختلف عقرب‌ها به صورت گروهی زندگی میکنه و تنها زمانی که احساس خطر کنه خشمگین میشه. شنهای گرم بیابان مکانی ایدئال برای ادامه حیات عقرب آریزونا محسوب میشه. این عقرب برای شکار در لابلای سنگ‌ها و سوراخ‌هایی که خودش در زمین کنده کمین می‌کنه. عقرب آریزونا طعمه خودش رو از پشت نیش می‌زنه و فلج می‌کنه. زهر این عقرب برای کودکان و حتی بزرگسالان خطرناکه و در صورت عدم رسیدگی فوری ممکنه موجب مرگ قربانی بشه. شماره 9، جگوار. جگوار پس از ببر و شیر سومین گربه‌سان بزرگ قاره آمریکا و جهانه. رنگ پوست این جاندار زرد و قهوه‌ایه، اما بسته به نوعش ممکنه در رنگ‌های قهوه‌ای مایل به سیاه هم یافت بشه. خال‌های جگوار روی گردن و سرش صاف و سیاه رنگه، اما خال‌های بزرگتری شبیه به گل سرخ نیز روی دیگر نقاط بدنش وجود داره. این جانور بجز زمان جفتگیری تنها زندگی میکنه و اغلب قلمرو خودش رو با چنگ انداختن روی درختان یا مدفوع خودش مشخص میکنه. جگوارها بیشتر اوقات روی زمین شکار میکنن، اما گاهی هم پیش میاد که روی درختان به کمین طعمه خودشون میشینن. جگوار معمولا از گوز، کاپیبارا و گراز تغذیه میکنه، اما از اونجایی که این جانور قادر به شنا کردن هم هست، گاهی اقدام به شکار ماهی، لاک‌پشت و تمساح میکنه. امروز جمعیت جگوارها در آمریکا کاهش پیدا کرده و بیشتر این جانوران در آمریکای مرکزی و جنوبی زندگی میکنند. این مناطق دارای جنگل‌های بارانی، مرداب، بیشه‌زارهای بیدرخت و نواحی کوهستانیه که برای ادامه حیات جگوار بسیار ایدئال و مطلوبه. در حال حاضر تنها 15,000 قلاده جگوار در کل جهان باقی مونده و متوسط عمر این حیوان در حیات وحش در حدود 12-15 ساله. شماره 8، قاز کانادایی. قاز کانادایی سر و گردنی بسیار منحصر به فرد و سیاه رنگ و خالهایی سفید رنگ در قسمت گلوش داره. وزن قاز کانادایی بین 3-9 کیلوگرم متغیره. جمعیت قازهای کانادایی در سراسر آمریکای شمالی گسترده شده و اگه قضا برای این جانور وجود داشته باشه خودش رو با هر مکانی وقف میده، اما زیستگاه مطلوب برای این قازها رودخانه ها، دریاچه ها، آبگیرها و حتی پارک هاست. قاز کانادایی موجودی بسیار پرسر صداه که گاهی برای انسان ها نیز ایجاد مزاحمت میکنه. قاز کانادایی در حدود 2 سالگی به بلوغ جنسی میرسه و متوسط طول عمرش در حیات وحش در حدود 24 ساله. شماره 7، گوزن شرقی. گوزن شرقی بزرگترین گونه گوزن‌های روی زمینه. گوزن شرقی همچنین زیر گلوش قبقب داره و طول شاخهاش بین 140-165 سانتی متره. زیستگاه گوزن‌های شرقی جنگل‌های شمالی، بوته‌زارها و مناطق مرطوبه. دلیل زندگی کردن گوزن‌ها در چنین مناطقی وجود شاخ و برگ و ریشه درختان برای تغذیه اونهاست. گوزن‌های شرقی عمدتاً به تنهایی زندگی می‌کنند، ولی به هنگام جفتگیری یا مراقبت یک گوزن ماده از گوزن‌های کوچکتر ممکنه در کنار همدیگه زندگی کنند و به حیات خودشون ادامه بدن. شماره 6، سگ آبی. این جاندار بزرگترین جونده آمریکای شمالی هم محسوب میشه. پاهای جلویی و کوتاه این جانور مناسب کندن زمین و نگه داشتن غذا هستش. سگ آبی آمریکای شمالی با پاهای عقبی پرده‌دار و دم سکان مانندش به راحتی میتونه در آب شیرجه بره و شنا کنه.
زیستگاه مناسب این جانور مکانهای مرطوب مثل رودخانه ها و دریاچه هاست که در اون غذای کافی برای ادامه حیاتش وجود داره. سگ آبی در شرایط نامناسب میتونه با قطع درختان توسط دندونهای قدرتمندش راه آب رو بگیره و برای ادامه حیات خودش سد بسازه. شماره 5. گاومیش آمریکایی. بزرگترین پستاندار ساکن آمریکای شمالی گاومیش آمریکاییه. وزن گاومیش آمریکایی ما بین 400 کیلوگرم الی 1 تنه. این جاندار یک کوهان روی شونه ها، گردنی کوتاه و قدرتمند و یک سر بزرگ با شاخهای پیچیده به سمت بالا داره. قسمت بالایی سر گاومیش آمریکایی پوشیده شده از مو و فک پایینیش نیز دارای ریشه. گاومیش های آمریکایی موجوداتی اجتماعی هستند و معمولاً در گله ها زندگی می کنند. گاومیش آمریکایی در سن 2-4 سالگی به بلوغ جنسی میرسه و متوسط عمرش در حیات وحش حدود 12-20 ساله. شماره 4. تمساح آمریکایی. تمساح آمریکایی که بزرگترین خزنده آمریکای شمالی هم محسوب میشه، طولی به بزرگی 3-5 متر و وزنی معادل 450 کیلوگرم داره. این جانداران دومی قدرتمند، پاهای قوی و انگشتانی پرده مانند مثل اردک دارن که برای شنا کمکشون میکنه. تمساح آمریکایی از لاک‌پشت، ماهی، مار، پستانداران کوچیک، لاشه حیوانات و حتی انسان تغذیه میکنه. جالبه بدونید که تمساح‌های نر بزرگ به صورت تنها و در قلمرو خاص خودشون زندگی میکنن، اما تمساح‌های کوچکتر ترجیح میدن که در دسته‌های چند تایی به حیاتشون ادامه بدن. این جانداران در 10-12 سالگی به بلوغ جنسی میرسن و متوسط طول عمرشون در طبیعت هم بین 35-50 ساله. شماره 3. شیر کوهی. شیر کوهی که با عناوین گربه وحشی، پوما و یا یوزپلنگ نیز شناخته میشه، جانوری گوشتخاره که معمولاً به تنهایی زندگی میکنه. باید بدونید که شیر کوهی از بزرگترین گربه سانان آمریکای شمالیه. شیر کوهی در بریتیش کلمبیا و آلبرتای جنوبی کانادا و کالیفرنیا، تگزاس، مناطق شرقی رودخانه میسیسیپی، فلوریدا و واشنگتن آمریکا یافت میشه. نکته جالبی که در مورد شیر کوهی وجود داره اینه که شیر کوهی در زمان جفتگیری اجازه ورود جانوران دیگر رو به قلمرو خودش نمیده و حتی ممکنه برای این موضوع هم نوعان خودش رو هم بکشتن بده. شیر کوهی ماده در حدود 2.5 سالگی و گونه نر اون در 3 سالگی به بلوغ جنسی میرسن و عمر متوسط این جانوران در حیات وحش 12 سال و در محیط باغ وحش حدود 25 سال. شماره 2. راکون. راکون موجودی همه چیز خاره که تحت هر شرایطی قادر به ادامه حیاته. راکون ها معمولاً در جنگل، مرداب، دشت و نواحی شهری زندگی میکنه. این موجودات در طول زمستان به خواب فرو میرن و از چربی دومشون برای گرم شدن استفاده میکنن. راکون ها برخلاف عقیده بسیاری موجوداتی اجتماعی هستند و برای خوابیدن گرد هم جمع میشن. راکون های ماده در 10 ماهگی و راکون های نر پس از 1 سالگی به بلوغ جنسی میرسن. متوسط طول عمر این جانوران هم در حیات وحش 2-3 سال هستش. و در آخر میرسیم به شماره 1، یعنی عقاب سرسفید. عقاب سرسفید یا همون عقاب گر از سال 1782 تا کنون نماد کشور آمریکا بوده. بزرگترین آشیونه یافت شده تا کنون متعلق به عقاب سرسفید بوده که دارای 6 متر طول، 3 متر عرض و 3 تن وزن بوده. عقاب گر بالغ سر و دومی سفید، بال و پری سیاه، پا و منقاری زرد رنگ داره. زیستگاه ایدئال برای عقاب گر نواحی آبخیز، سواحل و رودخانه هاست که به راحتی بتونه در اون به شکار ماهی بپردازه. البته این پرنده بجز ماهی پستانداران کوچیک رو هم شکار میکنه. این پرنده علاوه بر موارد ذکر شده از لاشه حیوانات نیز تغذیه میکنه و گاهی شکار حیوانات دیگر رو میدزده. بنجامین فرانکلین یکی از بنیانگذاران آمریکا به دلیل خوی لاشه‌خوری عقاب گر مخالف انتخاب این پرنده به عنوان نماد آمریکا بود. اون بیشتر اصرار داشت که بوقلمون نماد این کشور باشه.
اما اینجوری نشد و همین عقاب گر نماد آمریکا شد. دمتون گرم که زن تا این ویدیو رو تماشا کردید. ازتون میخوام نظرتون رو در مورد این ویدیو برام کامنت کنید و به هم بگید که جای چه حیوانی خالی بود و کدوم یکی از این حیوانات رو بیشتر از همه دوست داشتید. من خودم عقاب سرسفید رو توشون از همه بیشتر دوست داشتم. لایک و کامنت فراموش نشه و همین دیگه دمتون گرم.